او همه چیز را به فراوانی به شما میدهد تا از زندگی لذت ببرید. بعضی شما اجازه میخواهید فقط. اجازه دارید. ولی قسمت دوم را فراموش نکنید. قسمت دوم لذت بردن از زندگی دادن هست. در برنامه امروز ما به جونز تعریف میکنه که چطور مادرش او را بزرگ کرده و چگونه اولین بار او نقشه خدا را در زندگیش فهمید که چطور خدا میخواهد قسمت‌های مالی زندگی ما را برکت دهد. میدانیم که شما تشویق خواهید شد از طریق داستان‌های شخصی و آیه‌های اساسی که بث با شما تقسیم میکنه. خیلی وقت پیش وقتی که جوان بودم مثل همه شما زندگیمو شروع کردم. هیچی درباره خدا نمیدونستم، درباره خواستش، درباره سخاوتمندی، درباره ثروت و مشکلات مالی هیچی نمیدونستم. تنها چیزی که میدونستم و اطمینان داشتم این بود که با خدا همه چیز امکان داره. یکی از اولین آیه هایی بود که با قلب من صحبت کرد و بهش شروع کردم اطمینان کردن. بگذارید قسمتی از زندگی ما با شما تقسیم کنم و در این قسمت از برنامه های ما خیلی از شما میدونین که من یکی از بزرگترین 4 دختر هستم که مامان من به صورت تنهایی ما رو بزرگ کرده. خیلی کارش عالی بود. قبل از اینکه پدر و مادرم از هم جدا بشن من دارم کردیت رو بهشون میدم. خیلی عالی بود. خیلی کمک بزرگی کردن. برای شماهایی که دارین بچه هاتون رو به تنهایی بزرگ میکنین یا همچین تجربه ای داشتین، میدونین که اگر با یک نفر از پدر یا مادرتون دارین زندگی میکنین، پول کمتری هست و وقتی که مادر یا پدرتون دارن کار میکنن باید بچه ها رو سیر کنن. مادر منم اینطور بود، داشت تنهایی کار میکرد و 4 دختر رو به تنهایی بزرگ کرد. اگر مامان منو بشناسین، اون خیلی محکمه در کاری که انجام میکنه. البته قبلا اینجور نبود. شروع کرد به کارهای سیلز، به فروشندگی. یه ماشینش پر بود از اینشورنس هایی که میفروخت و آدامس هایی که از مغازه ها میگرفت و میفروخت به مردم. و مادر من خیلی کار کرد تا به ما کمک کنه و چیزی که به ما میگفت این بود که آیا هیچ وقت چیزی خریدی که روی سیل نبوده، روی تخفیف نبوده؟ ولی مامان من میگفت نمیدونم معنیش چیه، ولی هیچ وقت به من هیچی این مغزم نمیگفت که برم جایی که لباسهای شیک رو گذاشتن یا لباسهای گرون قیمت رو گذاشتن حتی به قیمتشون نگاه کنم، چون فکر میکردم برای ثروتمنداست. حتی وقتی که میرفتم مغازه چیزهایی بخرم از مغازه های سوپرمارکت، همش دنبال موادی بودم به نام لیبل سیاه‌سفید. فکر میکردم بهترین غذاییه که دارم انتخاب میکنم. فکر میکردم این لیبل عالی بود. ولی آخرش فهمیدم که ارزونترین وسایلی بود که میگرفتم. و چیزهایی که توی سبدای مردم توی فروشگاه میدیدم فکر میکردم چقدر باید ثروتمند باشند. لیبلایی که روی میوه هاشون بود میگفتم واو ثروتمندن. من خودم میدونستم که همه چیز با خداوند امکان پذیره و یکی از چیزهایی که از خداوند میخواستم این بود که وقتی که در میشگان دانش آموز بودم و ولی 2 زندگی میکردم، یه چیزی در قلب من بود که انتقالی بگیرم و از بیولوژی به دندان پزشکی منتقل کنم رشتمو و یا به ارتباطات، چون فکر می‌کردم که خداوند منو خطاب کرده برای خدمت و می‌خواستم رشتم رو عوض کنم. چیزی که بود این جایی که می‌خواستم انتقالی بگیرم خیلی باید کار می‌کردم تا بتونم اون انتقالی رو بگیرم
جاهای مختلف دانشگاه کار میکردم تا بتونم هزینه رو دریافت کنم. وقتی که میخواستم انتقالی بگیرم برای یه مدرسه غیر انتفاعی، اگر پول در نمی آوردم و کار نمی کردم، 4 برابر می شد اون هزینه درسم. همه این چیزها خیلی دیوانگی بود و می خواستم رشتم از بیولوژی به ارتباطات تقسیم کنم و می خواستم 4 ساله مدرکم رو بگیرم و می خواستم وسط درسام اون انتقالی رو بگیرم، ولی واقعا خیلی دیوانگی بود. چیزی که به همه می گفتم، همه شاکه می شدن، ولی می دونستم که با خداوند همه چیز امکان پذیره. و داشتم به این فکر میکردم که چه اتفاقی میافتاد که همه این چیزهایی که کتاب مقدس میگه واقعی باشه، همه این چیزی که میگه با خداوند همه چیز امکان پذیره، بذار امتحان کنم. و من 4 ساله تموم کردم درسم و وسط درسا انتقالی گرفتم، وارد اون دانشگاه شدم و خدا رو شکر در 4 ساله در بیولوژی مدرک گرفتم و این چیزی که بود که از طرف خدا بود و گفتم خدا خوبه و خدا میخواد خیلی چیزهای بیشتری به ما بده. من چیزی درباره دادن نمیدونستم اون موقع، فقط میدونستم که از خداوند بگیرم و چیزهای بزرگ رو از خداوند دریافت کنم. او از جایی شروع میکنه که ما هستیم. او برکت رو برای ما میخواد. خدای بزرگی هست، خدای خوبی هست. چیزی که خدا میخواد اینه که نمیخواد فقط برکت داشته باشیم، بلکه میخواد برکت باشیم برای مردم، بدهیم به مردم. ولی واقعا ما نمیدونستیم این اتفاق میافتاد. شاید من توی کریسمس یه پاکسی درست میکردم، لباس ها رو میدادم یا یه پول کوچیک میدادم، ولی چیزی بود که این چیزی هدیه ای بود که میدادم، ولی نمیدونستم خدا ما هم از ما میخواد. من یک از کالج گریجویت شدم، درسم رو تموم کردم و تو این فصل زندگیم احساس کردم که خداوند برای خدمت داره منو خطاب میکنه و از من میخواد که به درسایی از کتاب مقدس برم و کلاسهایی رو بردارم که $2,500 هزینه برای من برمی داشت. چیزی بود که اون موقع از من میخواستم و میگفتم به خودم اگر بخوام به این کلاس ها برم $2,500 میخوام، چقدر الان دارم؟ و دیدم $50 توی حسابم دارم و اون $50 که داشتم و همه قسطامو تمام کرده بودم برای دانشگاه و کالج و همه این چیزا، ولی $50 آخر حسابم بود و این نقطه شروع من بود. این سفری بود که شروع کردم، اون اولین لحظه بود. تا اون لحظه میدونستم با خداوند همه چیز امکان پذیره. در کلیسا که بودم، در یکی از جلساتی که بودم، شبان اون جلسه گفت و شروع کرد درباره ملاکی صحبت کنه، یه چیزی درباره هدیه دادن، و به همه گفت بیاین درباره ملاکی صحبت کنیم. 10 یک‌ها را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان را می گشایم و شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایشان را نداشته باشید. همه پیامش درباره مرا امتحان کن، درباره هدایی که بود. من توی قلبم گفتم من $50 خداوند دارم و من تو رو امتحان خواهم کرد. من همه چیزی که دارم رو به تو میدهم. مطمئنم $50 من به تولسا منو نمیبره. در آخر جلسه هدیه‌ای که جمع میکردن، و خیالتون راحت امروز ما هدیه جمع نمی کنیم از شما، و در اون جلسه من $50 رو کامل دادم و تمام چیزی بود که بود داشتم. و چیزی که میدونید، خدا به قلبتون نگاه میکنه، نه به اندازه و اندازه هدیه‌ای که شما میدید.
و میدونستم خداوند منو با $2,500 به تولسا میبره در 30 روز و به اون جلسات خواهم رسید و دروسم رو شروع میکنم. یکی دو هفته بعد داشتم رانندگی میکردم. بگذارید اینو هم به شما بگم. چیزی که اتفاق نیفتاد، آسمون باز نشد، یه کیسه پول نیفتاد روی بغل من. زیر توی گاراژ مادرم هیچ پول بزرگی پیدا نکردم. هیچ پولی دیگه هایی ظاهر نشد. بلکه خداوند شروع کرد درهای آسمانش رو باز کنه و برکاتش رو برای ما بده. خیلی چیزا بود که اتفاق افتاد برای من، ارتباطی که با خدا داشتم. و اون روز داشتم رانندگی میکردم و یه کلامی روی سرم افتاد: میوه و سبزیجات. و درون من میدونستم چه معنی داره. آره، من سبزیجات و میوه. 30 روز خیلی دیوانگی بود که بخوام یه بیزنس برای خودم بزنم. توی یه شهر دیگه میدونستم که میوه های کوچیکی توی ظرف های کوچیک میوه های تمیز شده رو میذاشتن و سبزیجات گذشته. الان خیلی میبینین توی مغازه، ولی در سال 1984 اصلا همچین کاری نمیکردن. زیاد پیدا نمیکردین میوه هایی که باز کرده باشن، تمیز کرده باشن و توی ظروف گذاشته باشن برای فروش. و توی قلب من همش میگفت میوه و سبزیجات. خدایا چی منظورته؟ من هیچی درباره این نمیدونم. چطور میتونم توی 30 روز یه بیزنس شروع کنم؟ داشتم به این چیزا فکر میکردم که یهو یادم اومد یه تراکی توی پارکینگ کلیسا دیده بودم که روش نوشته بود محصولات مکنمروز. و دوباره داشتم به این فکر میکردم که از خداوند شنیدم یا شاید از درون خودم بود، ولی انتخاب کردم که از طرف خداست، چون تنها چیزی بود که داشتم. و تمام کاری که میدونستم بکنم این بود که قدمامو بردارم. شروع کردم تلفن رو بردارم و به اون صاحب اون تراک زنگ بزنم. میدونین من به کلیسا بهش گفتم که من دارم به اون کلیسا میرم، تراک شما رو دیدم و یه همچین ایدیایی دارم. و اون گفت هیس منتظر باش من میکی رو صدا کنم، میکی بیا تلفن باد کار داره. میکی میاد تلفن رو برمیداره و این داستان رو بهش گفتم. میکی میدونی شاید فکر کنی دیوونم، ولی من دارم رانندگی میکنم و خداوند یه چیزی در قلب من گذاشته درباره میوه و سبزیجات. یه بیزنس میخوام بگذارم که درباره محصولات سبزیجات و میوه است و اگر بتونم با یکی صحبت کنم خیلی عالی میشه. و اون گفت باور نمی کنی زن من همین عقیده رو داره، باید با زن من آنت صحبت کنی. دور آنت 3 سال پیش همچین چیزی کاری رو میخواست بکنه ولی نمیدونست چجوری شروع کنه و میدونم از طرف خداست. حالا داستان رو کوتاه کنم. اگر هر روز صبح تو 5 صبح بیای و همه میوه ها رو ببری و همه چیز رو درست کنی و اگه شروع کنی همه این چیزها رو بفروشی برای ما توی این لیوانای کوچیک که میوه ها رو میذاری، هر چیزی که بیاد 100% در 30 روز به همه رو به تو میدیم که تو به اون کلاسایی که میخوای بری. اگر دقت کنین یه چیزایی هست برای اینکه ثابت کنی به خداوند، اینه که باید حرکت کنی، باید برای چیزی که میخوای کار کنی. و همگی مردم گفتن آمن. یه کارایی میبره ایمان با کاری که انجام میدی. ثروت و سخاوت در کتابم گذاشتم که میتونین اونا رو بخونین. 30 روز بعد من به تولسا رفتم با $2,500 و اولین سال در دروس کتاب مقدسم رو شروع کردم. برای من اون نقطه اول بود، چیزی بود که با خداوند همه چیز امکان پذیره
و همه این چیزها که توی در خداوند هست، اینه که میخواد ما برای کاری که میخوایم انجام بدیم بهش اطمینان کنیم و قدمهامون رو برداریم. آیا هرگز به این فکر کردید که خدا چه فکر میکنه در به پول؟ آیا موافقه؟ مخالفشه؟ چه تفاوتی بین ده، یک و هدایا و صدقه وجود داره؟ آیا امروز هیچ کدام از اینها اصلا اهمیت داره؟ اگر شما سوالاتی درباره پول دارید و میخواهید بیشتر بدانید کلام خدا چه میگوید دربارش، پس شما زندگی سخاوتمند را دوست خواهید داشت. یک منبع آنلاین از طرف بیت جونز از طریق ویدیوهای کوتاه، کپی کتاب بیت ثروت و سخاوت، یاد خواهید گرفت که چگونه در جریان اقتصادی خدا وارد شوید و زندگی را داشته باشید که همه به شما برکت دهد و هم باعث برکت دیگران. به thebasicsuniversity.com بروید. بیایید به چند آیه از کتاب مقدس برویم و آنها را بخونیم که بدانیم که خداوند چه می‌خواهد در ما انجام بدهد. در مزمور 115 آیات 12 تا 15 اینطور میگه: خداوند به ما توجه دارد. خوشحال نیستید؟ و ما را برکت می‌دهد. او بنی اسرائیل و تمام کاهنان خدا را برکت خواهد داد. او همه خدا ترسان کوچک و بزرگ را یکسان برکت خواهد داد. خداوند نسل شما و فرزندانتان را برکت دهد. شما و فرزندانتان. خداوندی که آسمان ها زمین را آفریده است شما را برکت دهد. این نقشه خداست. این چیزیه که خدا برای شما داره. که شما و فرزندان شما برکت داشته باشید. بیشتر و بیشتر. برای شما و فرزندانتان. یه چیزیه که خدا برای شما میخواد تا برکاتتون بیشتر و بیشتر بشه. برای کسانی که خدا ترس هستن، کوچک و بزرگ. شما شاید فکر کنین که کوچیکین، هیچ مهم نیستین، دارین وسایلی میگیرین که روی تخفیفه، دارین وسایلی رو میگیرین که شاید اونایی که پول بیشتری دارن اصلا نگاه نکنن بهش، ولی خداوند میخواد به شما بیشتر و بیشتر بده. شما نمیتونین چیزی رو بدهید که ندارید، پس خداوند میخواد شما رو برکت بده، تو و فرزندانتان. آمین. بیایید یه چیزهای درباره شما بگم. تثنیه 8 و اول تیموتائوس 6 رو باز کنین، به اونها میریم و آیه هایی رو دربارش میخونیم. میدونید که بعضی وقتا سوالاتی در ذهنتون به وجود میاد که یه سری سوالاتی رو برایتون مواجه میشه که میخواین جواباشون رو به دست بیارین. و میخوام تشویقتون کنم اون عینک هاتون رو بردارید و بذارید خداوند و کلام خداوند عینک شما باشه و به شما بگه که چی میخواد درباره این مطلب. نه چیزی که ما گوش میدیم از جامعه، از اطرافیان، بلکه چیزی که خدا میگه. چیزی که شیطان میترسه ازش اینه که مسیحیان ثروت داشته باشن و سخاوتمند باشن. این چیزیه که شما رو به هیجان خواهد آورد. در تثنیه 8 آیه 11 تا 18 اینطور میگه: اما احتیاط کنید که خداوند خدایتان را از یاد نبرید. احکام، قوانین و دستورات او را که امروز به شما ابلاغ میکنم به جا آورید. در آنجا بخورید و سیر شوید و برای سکونت خود خانه های زیبا بسازید و هنگامی که رمه، گله، نقره، طلا دارایتان افزایش یابد نباید مغرور شوید. کدوم یکی از شما این در ثروته؟ یه زندگی برکت دیده و خداوند خدایتان را که شما را از اسارت و بردگی در مصر بیرون آورد فراموش کنید. او شما را در بیابان بزرگ و وحشتناک و خشک و بیعلف که پر از مارهای سمی و کژدم بود راهنمایی کرد. در آیه 17 میگه: هیچ گاه نگویید ما باید نیرو قدرت خود این ثروت را به دست آوردیم. خداوند خدایتان را از همیشه به خاطرش داشته باشید، زیرا اوست که به شما قدرت و ثروت عطا میکند تا وعده ای را که به نیاکانتان داده بود انجام دهد. بله، در آیه 18 اینطور میگه: هیچگاه نگویید
که وقتی که نیرو و قدرت به طرف شما میآید، مواظب باشید که نگین از شما بوده. من کردم. قدرت من بود که این اتفاق افتاد. نه، خداونده. خداوند چیکار میکنه؟ خداوند چیزیه که همه چیزها رو به شما یاد میده، درستی رو یاد میده. خداونده که میخواد همه چیزها رو به شما عطا کنه. خداوند میخواد شما ثروت رو به دست بیارید. کتاب مقدس نمیگه خداوند ثروت رو به شما نمیده، به شما قدرت نمیده، بلکه میگه که این خداونده که به شما ثروت و قدرت رو عطا میکنه. شما لزومی به عذرخواهی ندارید. شما برای اون قدرت نباید عذرخواهی کنید که از خدا میخواد، چون اون قدرتی که به شما، قوت خداونده که به شما اون ثروت هم میده و با داشتن اون عهدی که در درون شماست از طرف خداوند، عهد برکت، عهد نیکی، عهد ایمان، این عهدیه که میخواد ثابت کنه به شما که چقدر عالیه و از طریق شما این عهد را ثابت کنه تا برای برکت دیگران باشید. و همگی مردم گفتن آمن. و این قدرت رو کی به شما میده؟ خداونده، نه شما. قدرت شما نیست، بلکه مال خداونده که این قدرت رو به ما میده، قوت رو به ما میده تا این کار بکنیم. اول تیموتائوس 6 آیات 17 تا 19 توی عهد جدید یه همچین چیز شبیه اون رو میبینیم. آیات 17 تا 19: به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی‌ثبات مانند مال دنیا متکی نباشند، بلکه به خدایی توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهیه می‌کند تا ما از آنها لذت ببریم. همچنین به آنها فرمان بده که خیرخواه و در کارهای نیک غنی بوده با سخاوت و بخشندگی. خداوند همه چیزها رو به فراوانی به ما میده که لذت ببریم. و دوباره آیه 18 میگه کارهای نیک انجام دهید با سخاوت و بخشنده باشند. و همچنین در آیه 19 اینطور میگه به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهید کرد که اساسی محکم بر آینده آنها باشد و آن حیاتی رو که حیات واقعی است به دست خواهید آورد. در این عهد جدید به ثروتمندان اینو میگه. دو تا چیزه، قدرتی که خداوند میده که ثروتمند باشید، عهدی که به شماست و عهدی که از طریق شماست. اول تیموتائوس داره این چیزو میده به شما، اون قوت رو میده که این دو دلیل هست که یکی از زندگی لذت ببری و لذت ببری چگونه این هدایا رو بدی و برکت رو برای مردم باشی. این لذت خداونده که به شما همه این چیزها را عطا کنه که شما از زندگی لذت ببرید. خداوند میخواد شما و فرزندانتون از زندگی لذت ببرید. به فراوانی همه چیز را به ما میده. در امثال میگه برکات خداوند شخص را ثروتمند میسازد و زحمت زیاد بر آن نمیافزاید. اون نمیخواد شما شرمنده باشید. اون میخواد از زندگی لذت ببرید. هیچ عذرخواهی لازم نیست، هیچ توضیحی لازم ندارید. فرزند خدایید، فرزند پادشاهید و اون میخواد از زندگی لذت ببرید. آمین. او چه کسی میخواد؟ کی این کار رو میکنه؟ شیطان؟ نه، خداونده. و میدونم خیلی از شماها توی مغزتون شاید بگین نه، نمیدونم. خداوند میخواد اون مغزتون رو باز کنه که بدونین چقدر عالیه، چقدر میخواد از طریق شما انجام بده، برای شما انجام بده. او میده همه چیزها را به فراوانی به شما تا از زندگی لذت ببرید. خیلی از شما اجازه میخواهید، اجازه داده شد از زندگی لذت ببرید، ولی قسمت دومش را یادتون نره، بلکه برکت باشید برای دیگران و لذت برای دادن، ثروت و سخاوت، کارهای نیک انجام بده، آماده باش برای دادن با سخاوتمندی.
عیسی گفت گنجهای خود را برای زمین ذخیره نکنید، بلکه در آسمان ذخیره کنید. چیزی که در روی زمین داریم میدیم، هدایایی که روی زمین میدیم، در آسمان برای ما ذخیره میکنیم. میدونید توی آسمان ما طلا و نقره نخواهیم خورد. همه خیابون ها با طلا است. آسمان عالیه. آمین. برای پایه اساسی اگر بخوایم یه چیزهایی بگوییم، اینه که خداوند به فرامانی میخواد برکاتش رو به شما بده. شاید امروز بری و بگی من نمیدونم چی دریافت کردم، ولی اینو باید بدونی، خداوند میخواد به فرامانی همه چیز رو به شما بده، اون قدرت رو بده که اون ثروت رو به دست بیارید، و خداوند اون قوت رو میده تا اون عهد رو در من و از طریق من اجرا کنه. این خداونده که به فراوانی، نه یواشکی، نه به کمی، بلکه فراوانی همه چیز رو به ما میده تا بتونیم از زندگی لذت ببریم و باعث برکت دیگران باشیم و لذت ببریم از هدیه دادن، لذت ببریم از کارهای خوب انجام دادن، آماده باشیم برای دادن. امیدوارم که تشویق شده باشید و کلام خداوند را که در برای زندگی پربرکت و سخاوتمند است دریافت کرده باشید. اگر میخواهید عمیق‌تر درباره نحوه زندگی سخاوتمندانه با بهره برداری از جریان اقتصادی خدا آشنا شوید، ما میخواهیم قسمتی بزرگ از منابع اطلاعاتی وسیع به جونز را به شما ارائه دهیم. در سری درس‌های زندگی سخاوتمند بت هست که میتونید به صورت آنلاین به آنها دسترسی پیدا کنید. با ما تماس بگیرید یا به وبسایت ما بروید و برای هدیه $30 شما و یا بیشتر خوشحال می شویم که کتاب ثروت و سخاوتمندی را به صورت صوتی برایتان ارسال کنیم. می دونیم که دروس کامل درس های بت جونز به شما کمک می کنه که اصول اساسی کلام خدا را بهتر بفهمین. با ما تماس بگیرید با شماره روی صفحه یا به وبسایت ما مراجعه کنید. خیلی ممنونم که به ما پیوستید با اصول اولیه با تلویزیون بت. خیلی خوشحالم که این وقت را داشتم که اصول اولیه کلام خدا را به شما یاد بدم. مشتاق هستم که شما نیز این اصول را دریافت کنید و در زندگی به کار گیرید. زندگیتون را عوض خواهد کرد. در حقیقت خیلی سالها پیش کتابی را نوشتم که چطور اصول اولیه را دریافت کنید. این کتاب کمک بزرگی برای بهتر فهمیدن کلام، پر کردن جاهای خالی و اصول اولیه ایمان و چطور با خدا راه رفتن را و دعا کردن را یاد میده. درباره خواندن کلام خدا، روح القدس، دعا کردن و این کتاب را به رایگان در اختیارتان بگذارم که به صورت 17 زبان زنده دنیا به علاوه فارسی ترجمه شده. می توانید فایل PDF این کتاب را از وبسایت The Basics with Beth TV دانلود کنید. این کتاب رایگان است، دریافت کنید و با دوستانتون تقسیمش کنید. Basics. متشکرم از تماشای برنامه امروز. امیدوارم که این پیغام تشویقتان کرده باشه و همچنین کمک کرده تا اصول اولیه کلام خدا را در زندگی خود تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت thebasicswithbeth.tv مراجعه کنید. با ما تماس بگیرید. ما مشتاق هستیم که درباره شما بشنویم.